روز بخیر دوستان شهرزاد هستم اگر اینجا تشریف دارید لطفا یک های سلامی روز بخیر از کنید خوشحال میشم تشریف آوردید به لایف امروز قرار هست در مورد سلامت پوست با شما صحبت کنم چون بعضی از دوستان خواهش کرده بودن که علت اینکه که براون اسپات داریم یا این لکه های پوستی قهوه‌ای روی پوست هست چی هست و رای حلش چی هست امروز قرار هست در مورد رای حل های طبیعی که میتونه کمکمون بکنه تا اون براون اسپات ها یا اون لکه های قهوه‌ای رنگ روی پوست به وجود میاد رو کاهش بدیم اولین کاری که اینجا توصیه میکنم این هست که اگر اینجا تشریف دارید اجازه بدید که من بدونم شما اینجا تشریف دارید به من یک های بگید یا یک چیزی رو در قسمت کامنت سیکشن تایپ کنید بعد اگر سوالی دارید در قسمت کامنت سیکشن مطرح بفرمایید من پاسخگو خواهم بود و هدفم این هست که یک سری اطلاعات بسیار خوبی رو به شما انتقال بدم این اطلاعات رو از روی تجربه و دانشی هست که در طول سالها به دست آوردم با شما میخوام در میون بگذارم به همین دلیل سعی کنید که از این اطلاعات به خوبی استفاده بکنید و در عمل به کار بگیرید اگر سوالی دارید از خواهش میکنم سوالتون رو مطرح بفرمایید میتونید همینجا در چت باکس بنویسید یا اینکه به من به طور خصوصی دی ام پیغام بفرستید من راهنمای خواب شما خواهم بود پاسخ میدم در حدی که بتونم اگر نه که یک سری فری ریسورس هم دارم میتونم براتون ویدئو بفرستم یا یه پی دی اف هایی که فری هست و اطلاعات بسیار خوبی رو در اختیار شما قرار میده برای شما بفرستم امروز تاکیدم در مورد سلامت پوست هست و چگونه این دانه های قهوه‌ای رنگ روی پوست مشاهده میکنه می میتونه گونه ها باشه یا پیشانی باشه یا حتی چانه ها و معمولا این دارک اسپات ها به خاطر این هست که یه موقع زیاد در معرض خورشید قرار نور خورشید قرار گرفتیم یا اینکه میبینیم که قسمت شانه ها و دست ها و قسمت هایی که بیشتر در معرض آفتاب قرار دارن بیشتر دارک اسپات دیده میشه یک سری هم البته ایج اسپات هست که میتونه مربوط به سن باشه و به مرور زمان بر اثر سن به وجود اومده که البته اون مواردی که مربوط به سن میشه میتونه ربط داشته باشه به بیماری هایی که مربوط به اون دارک اسپاد میشه و میشه گفت اون بیماری ها باعث شده که این لکه های قهوه رنگ روی پوست ایجاد بشه امروز من قرار هست در مورد این صحبت کنم اگر که سوالی دارید مطرح بفرمایید این بیشتر در مورد زیبایی پوست هست و زیاد معمولا این دارک اسپاد ها مشکلی ایجاد نمیکنه. و بیشتر به خاطر زیبایی هست که خیلی ها از خانم ها مخصوصا علاقه مند هستن در موردش بدونن ولی یک مورد خیلی مهم این هست که این لکه های قهوه‌ای رنگ نشون دهنده یک سری بیماری ها هست و بیماری های درونی رو نشون میده همونطور که میدونید من هولیستیک هلت رو پرکتیس میکنم و هولیستیک هلت همه زمینه ها رو همه ابعاد رو در بر میگیره ما فقط جسم نیستیم بلکه عاطفه و روحمون هم مهم هست در سلامت ما به همین دلیل وقتی که ما بخوایم که اون براون اسپات ها رو از بوستمون کاهش بدیم دلیل اصلی مشکل رو میخوایم پیدا بکنیم و امروز من قرار هست در مورد اون صحبت کنم برای شما که چگونه میتونیم پیشگیری بکنیم اگر بتونیم از اون بیماری هایی که باعث این براون اسپات میشه پیشگیری بکنیم به مرور زمین این دانه های قهوه‌ای رنگ هم از روی پوست ناپدید میشه و کم 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 رنگ میشه و از بین میره به همین دلیل هست که بهتر هست دلیل بیماری رو پیدا بکنیم و از ریشه حلش بکنیم برای افرادی که تازه به ما پیوستن اجازه بدید من خودم رو معرفی کنم من شرزاد هستم به نام دکتر شیری صدام می کنم دکتر درمان های طبیعی هستم و رای های طبیعی و درمان های گیاهی رو برای بیماری های جسمی و روحی پیشنهاد می کنم. از سال 2004 یوگا درس دادم یوگا تراپیست هستم و توی هیلت کیر بودم تا به حال علاقه دارم بیشتر به نچرال و هولیستیک هیلت اپروچ به همین دلیل هست که میخوام دانش و تجربه خودم رو به شما منتقل بکنم مخصوصا خانم های عزیزی که فارسی زبان هستید و در گروه من تشریف دارید گروه نچرال هیلت اند یوگا اگر علاقه من هستید و دوستانی دارید که علاقه من به گروه ما هستند و دوست دارن در مورد درمان های طبیعی، داروهای گیاهی و یوگا و ورزش و روش های هلتی لایف زندگی سالم یاد بگیرن دعوتشون کنید به گروه و اجازه بدید که به ما بپیوندند و از این برنامه ها بهره ببرند همه با هم رشد کنیم و سلامت و شادابتر با هم از زندگی لذت ببریم و خدمت کنیم به دیگران خب. اگر بخواید که این براون اسپات ها یا این دانه های قهوه رنگی که روی پوست قرار داره علتش رو بدونین مم. یکی از علتهاش سان اکسپوژر هست میتونه طولانی مدت وقتی ما در معرض آفتاب قرار بگیریم یکی از علتهاش باشه علت دیگر میتونه مربوط به کبدمون باشه و معمولا اگر کمکاری کبد به طور طولانی مدت ادامه داشته باشه یکی از علتهای دیگر این براون اسپاد هست ایجین پراسس معمولا وقتی که ما سن مومیل بالا میبینیم که یک سری لکه های قهوه رنگ پشت دست هست یا روی صورت هست یا حتی پاها این لکهای های قهوه مربوط میشه باز هم به درون ما که در حال فرسایش هست ولی خبر خوب این هست که قابل پیشگیری هست و ما میتونیم تا حدی که بتونیم اون رو کاهش بدیم یک مواردی هست که مربوط به هورمون ها میشه و وقتی که هورمون هامون رو تعادل میبخشیم این این براون اسپات ها یا دانه های قهوه‌ای ناپدید میشن و مهم و جالب این هست که وقتی ما دلیل بیماری رو پیدا میکنیم و اون ریشه رو حل میکنیم میبینیم که این براون اسپاد ها به مرور زمان کاهش پیدا میکنن خب این سشن برای افرادی هست که خیلی به سلامت پوستشون اهمیت میدن و به راه های طبیعی بیشتر علاقه هستند. هستن اگرچه بعضی افراد هستن دیفرن پروداکت ها رو ترای کردن و میدونن که کاسمتیک یا لوازم آرایشی انو اقسامش وجود داره که اینها رو کاور میکنه و نشون نمیده ولی مشکل رو از ریشه حل نمیکنه و امکان اینکه این لکه ها کم کم به مرور زمان بیشتر بشن و قهوه تر بشن وجود داره به همین دلیل هست که اگر بتونید که راه حل طبیعی رو انتخاب کنید و ریشه مشکل رو پیدا بکنید من میتونم کمکتون بکنم که این مشکل رو از ریشه حل بکنید و نه تنها پوستتون زیباتر خواهد شد بلکه از درون هم پاکسازی میشید و بدنتون داره پیشگیری میکنه از بیماری های فرسایشی که به مرور زمان در اثر سن به وجود میاد من قرار هست یک سری توصیه هایی رو برای شما داشته باشم و از شما میخوام که یک سری اکشن داشته باشید یک سری عمل کردهایی رو داشته باشید تا بتونید نتیجه مثبت رو ملاحظه بفرمایید بعضی افراد هستن که خب میگن که حالا اشکال نداره خب بذار لکه روی پوستم باشه مشکلی نیست یا اینکه به تعویق میندازن مثلا میدونن مشکل کبدی دارن و این بلکه های پوستی مربوط به کبدشون میشه ولی اون رو به تعویق میندازن بعضی افراد هستن قفلت میکنن و میگن حالا اشکال نداره بعدا مشکل اینجاست که این وقتی که کرانیک بشه و مخصوصا بیماری هایی که مربوط به اون میشه مزمن میشه حل مشکل بس سخت تر میشه خب به همین دلیل هست که توصیه میکنم هر چقدر زودتر توجه بفرمایید برای حل طبیعی رو براش پیدا بکنید اثر بخشی اون بیشتر خواهد بود و زودتر میتونید از بیماری های مزمن پیشگیری بکنید سعی کنید که انگیج باشید اگر اینجا تشریف دارید سوالاتتون رو قسمت کامنت سیکشن بفرمایید من پاسخگو خواهم بود اگر دوستانی دارید علاقه من هستم به این موضوع حتما باشون شیر کنید و دعوتشون کنید به گروه که به گروه ما نترال Health and یوگا در فیسبوک بپیوندن و هر هفته لایو من رو اینجا ساعت چهار بعد از ظهر سه‌شنبه را ملاحظه بفرمایید سعی کنید لایو حضور داشته باشید و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید اگر نه که میتونید ریپلی رو ملاحظه بفرمایید و هشتگ ریپلی قسمت کامنت سیکشن بنویسید من برای شما ویدیو رو خواهم فرستاد و ملاحظه بفرمایید در اون صورت هم میتونید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید هدف این هست که من علم و تجربه رو که دارم با شما در میون میگذارم و دوست دارم که کمکتون کنم شما هم به هدفتون در سلامت بهتر برسید زندگی بهتر و شادتری داشته باشید پرکتیس من هولیستیک هلت هست و یک سری ادوانتیج یا مزایایی داره این هولیستیک هلت اپروچ یا درمانهای طبیعی یکی از اونها این هست که ما آل اینکلوسیو پکیجی که من به شما میدم آل اینکلوسیو هست یعنی اینکه این برنامه نه تنها برای جسم شما خوب مناسب هست بلکه کمک میکنه به روح و فکر شما هم که آرامش بیشتر داشته باشه و همونطور که میدونید جسم و روح به هم پیوسته هست از هم جدا نیستن وقتی ما به روحمون کمک میکنیم جسممون رو هم به خود میبخشیم بنابراین برنامه, برنامه های من آل اینکلوسیف هست و نان هارمینگ هست تا اونجایی که میتونم به شما آسیب نمیرسونم همه روش های طبیعی و درمان های طبیعی و پروداکت و محصولات طبیعی با اجزایی که از طبیعت الهام گرفته شده رو به شما توصیه می کنم. تا اونجایی که میتونیم با طبیعت در هماهنگی هستیم و هیچ مواد شیمیایی یا کمیکال استفاده نمی کنیم تاکید من روی پیشگیری هست بنابراین هزینه اون کمتر هست زمان کمتری میبره و اثر بخشی اون بیشتر هست اگر من به عنوان دکتر هستم به عنوان یک معلم هستم و به شما آموزش میدم که چه کاری رو انجام بدید کدوم راه حل برای شما طبق شرایط شما بهترین هست میدونید که این یک چیزی نیست که one fit all for all باشه هر فردی فرق میکنه و دلیل بیماری هایش فرق میکنه به همین دلیل رای هایی که من برای دوست شما دارم فرق داره با رای حلی که برای شما دارم اول علت رو پیدا میکنم بر اساس اون علت به شما رای خواهم داد همه طبیعی و هیچ عبارزی هم نخواهد داشت شرطش این هست که حوصله داشته باشید و عمل کنید به مرور زمان نتایج مثبت رو ملاحظه خواهید کرد و بهترین مزایای نترال این هست که در طولانی مدت اثراتش هم طولانی مدت با شما باقی خواهند بود چرا؟ چون اون سلول بدنتون رو ما داریم از نو می سازیم و کمکتون می کنیم که بدن خودتون خودش رو ترمیم کنه به همین دلیل داریم از ریشه از فاوندیشن مثل سکس ساختمانی که از ریشه درست میکنیم تا به بالا برسه همیشه محکم و استوار خواهد ایستاد و شما خب مادر هستید خواهر هستید و حتی رهبر یک گروه یا جامعه یا حتی خانواده خودتون هستید به همین دلیل وقتی شما سلامت خودتون رو بهبود میبخشید میتونید به سلامت اطرافیات نتون هم کمک بکنید من کلاینت هایی داشتم که میان به من مراجعه میکنن و میگن که من براون اسپات دارم روی پوستم مخصوصا این قسمت پیشانی و اومده بود وقتی که بررسی کردم دیدم علتش مربوط به هرمونهاش میشه هورمون‌های های منوپوز وقتی که اوتا بلنس باشه و به هم بخوره میتونه یکی از دلایل این رنگ قهوه‌ای پوست باشه یا حتی در دوران حاملگی بعضی افراد این حالت قهوه‌ای شدن پوست رو دارن اون هم برمیگرده به هورمون‌ها. ها وقتی که هورمون‌ها ها رو تعادل میبخشیم این براون اسپات ها به مرور زمان کم رنگ میشه و کم کم حتی ناپدید میشه این راه حل هایی که من ارائه می کنم اینترنالی و اکسترنالی هست از درون و برون هست یعنی هر دو با هم کار میکنه ما فقط نمیایم اکسترنالی روی پوستمون رو کاسمتیک بپوشونیم یا اینکه راه حل هایی فقط خارجی ارائه کنیم بلکه من راه حل های درونی رو هم پیشنهاد میکنم که باید ببینیم علت درونی اون مشکل پوستی چی هست و از درون مشکل رو حل بکنیم خب حالا علت هایی که این براون اسپات ها رو روی پوست میبینیم چی هست؟ علت یکی میتونه آناتومی باشه مربوط به پوست باشه بعضی افراد پوستشون نازکتر هست حساستر هست و وقتی در معرض سان خورشید قرار میگیرن مخصوصا به مدت طولانی پوست بهش میگیم که سوختگی پیدا کردن و اون حالت قهوه‌ای رنگ پیدا میکنه که میگیم که هایپر پیگمنتیشن شده زیاد این پیگمنت ها در پوست جمع شده قهوه رنگ شده یه موقع میتونه ساندمج باشه یه موقع فیزیولوژیکالی میتونه باشه اگر این براون اسپات ها مربوط به درون باشه یک سری کم ویتامین ها علت این براون اسپات ها هست یه موقع کمبود مینرال مواد معدنی هست یه مواقعی هست که هورمون ها به هم میخوره مثل همون دوران حاملگی که هورمون ها به هم میخوره یا منوپوز وقتی که در حال نسبتا سن میره بالا هورمون ها تعادلش به هم میخوره استروژن بدن بالا میره و اون استروژن بالا میتونه دلیل اون دارک اسپاد ها باشه یه مواقعی هست مربوط به کبد میشه و اگر که عادات غذایی اشتباه داشته باشیم طولانی مدت کبدمون آسیب میبینه و وقتی که خیلی گرمی زیاد میخوریم یا اینکه مخصوصا فصل تابستان باشه میگیم که heat is high خیلی گرمای بدن بالا باشه اون براون اسپات ها رنگش بیشتر میشه به همین دلیل اینجا تاکید بر تغذیه هست و من اینجا توصیه های تغذیه ای دارم برای افرادی که مشکل این براون اسپاتشون مربوط به کبد باشه اگر جزئیات بیشتر بخواین میتونم در اختیارتون قرار بدم فقط قسمت دی ام بنویسید توی کامنت سیکشن من برای شما فری ریسورس خواهم فرستاد یه مواردی هست بهش میگم ملزما که یه سری پچ های یعنی لکه های قهوه بزرگی هست روی پیشانی یا صورت که اینها معمولا کامن هست و به علت این که ها زیاد اونجا جمع شده یه سری مواردی هست که مدیکیشن اون داروهایی که مصرف میکنیم مثلا داروهای انتا اینفلمیتوری بعضی زیاد مصرف میکنن مثل داروهای ضد درد طولانی مدت میتونه روی عوارض روی کبد داشته باشه و اون به صورت دارک اسپات یا لکه های قهوه روی پوست ظاهر بشه یک مورد دیگر داروهایی که برای سایکولوژیکالی برای روانشناسی و روان درمانی استفاده میکنه مثل داروهای افسردگی میتونه طولانی مدت هرمونها رو تغییر بده و کبد تاثیر بگذاره و به اون براون اسپات ها منجر بشه اینفلمیشن یه موقع یه مواردی هست که الرژیک ریاکشن داره بدنمون به اگزما میده یا اینکه آلرژی نشون میده یا حتی تبخال میبینید در بجاش یه سری براون اسپات هایی به وجود میاد که اینها مربوط به ورم هایی هست که در بدن وجود داره و اون هم میتونیم با آداب غذایی تغییرش بدیم و رای حل های نچرال هم داره اگر علاقه من هستید من در خدمتتون هستم یک سری این براون اسپات ها میتونه مربوط به سایکولوژیکال اثرات روانی باشه یعنی اینکه استرس طولانی مدت باعث بشه که کورتیزول بدن بره بالا کورتیزول که میره بالا استروژن بدن رو تغییر میده استروژن میره بالا و در نهایت به این لکه های قهوه‌ای روی پوست منجر میشه ام، یه مواردی هست هم منتال استیت که مربوط میشه همون به منتال هلت و وقتی که ما کمک میکنیم به سلامت روان میتونیم م... م... پوست رو هم بهبود ببخشیم او دلارام از هیر. خوش آمدی دلارام جان ویلکام امروز دارم در مورد لکه های پوستی صحبت میکنم و دلایلش و رایحل هاش ام در مورد دلایل صحبت کردم کازز of براون که دلایلش البته خلاصه رو میتونم برای شما بگم میتونه مربوط به سان اکسپوژر باشه میتونه فیزیولوژیکالی باشه یک سری کمبود ویتامین ها مینرال یک سری یا اندرلاین کرونیک diseases اگر مربوط به بیماری هایی باشه که مربوط به کبد میشه مربوط به دیابت میشه یا هورمونال uh, این یا حتی تیروید مشکلات تیرویدی میتونه براون اسپات رو ایجاد بکنه اون یک سری مدیکیشن داروهایی که مصرف میکنه مثلا داروهایی که برای روان درمانی استفاده میشه و یه سری پینکیلر uh, هایی که ضد التهاب هستن میتونن uh, روی کبد تاثیر بگذارن و به لکه های پوستی منجر بشن یک سری اینفلمیشن اگر در بدن ورم وجود داشته باشه حالا این ورم میتونه به خاطر آلرژی باشه یا تبخال باشه اینها میتونه باعث براون اسپات روی پوست بشه و در نهایت سایکولوژیکالی از نظر فکری و روحی وقتی که استرس زیاد باشه کورتیزول در بدن بالا میره میزان استروژن رو در بدن بالا میبره و اون استروژن زیاد میتونه به براون uh, اسپات یا اون لکه های قهوه پوستی منجر بشه حالا اگر اینجا تشریف داره یک های بفرما قسمت کامنت باکس مرسی که تشریف آوردی دلاران جان خوش آمدیم خب حالا در ادامه قرار هست که در مورد این صحبت کنم که چه کارهایی رو اووید کنیم تا میتونید معمولا این افرادی که براون اثبات دارن میرن به طرف کاسمتیک و با انبخصام کرم ها میخوان اون رو درمان بکنن یک سری موارد این کرم ها خب میتونه طولانی مدت یه ذره اثر داشته باشه ولی معمولا علت به خاطر با کرم برطرف نمیشه چرا چون این اگر از دیدگاه من هولیستیکلی بخواید بدونی درونش بیشتر درونی هست تا بیرونی به همین دلیل کاری که من انجام میدم از درون مشکل رو حل میکنم و ببینم ریشه این براون اسپات های روی پوست چی هست دلیل های درونی داره که میتونه فیزیولوژیکالی باشه و وقتی که میدونیم حالا یا مربوط به کبده یا مربوط به هرمونه یا دیابته یا استرس بعد بدونیم دلیلش چیه و بر اساس اون دلیل راه حل رو ارائه میکنیم یک سری الان رایج هست که از کرم های خیلی گران قیمت استفاده می بعضی از این کرم ها عوارز داره لیزر بعضی استفاده می اون لیزر ها و عشقه که استفاده میشه خیلی حواستون باشه طولانی مدت میتونه باعث سرطان بشه یه سری کمیکال پیلز استفاده می یک سری داروهای شیمیایی که باعث میشه پوست اندازی بکنه و اونها میتونه سلول های پوست رو دمیج بکنه خراب بکنه بنابراین خیلی حواستون باشه اگر که از, از عوارض این داروها در امان باشید رای حل هایی که ارائه میکنم من به شما رای حل های طبیعی هست و هیچ ضرری برای شما نداره تا میتونیم از شیمیایی استفاده نمی کنیم. یکی از رای حل ها اینترنال کاز هست من دلیل مشکل رو پیدا میکنم کی این مشکل اگر مربوط به هورمونال این بالانس باشه مربوط به هورمون هاتون عوض شده باشه از درون هورمون ها رو بالانس میکنیم اگر دوران حاملگی هست هورمونال بالانسش فرق میکنه با فردی که در دوران مناپوز هست و هورمونش تغییر پیدا کرده یک سری هورمون این بالانس میتونه مربوط به تیروید باشه و افرادی که کمکاری تیروید دارن و اوتو ایمیون پرابلم دارن معمولا برمیگرده به سیستم ایمنی و پوست و اینجا هست که دوباره مدل درمان فرق میکنه به همین دلیل هست که برای هر فردی درمانش دیفرنت متفاوت هست یک سری افراد هستن دیابتیک هستن و بلاد شوگرشون بلنس نیست اون میتونه منجر به یه سری دارک اسپات بشه در اینجا رژیم غذایی مهم هست و توصیه میکنم که شوگر رو کم بکنن و بهشون یاد میدم که چگونه این شوگر کریمینگ رو کاهش بدن یک سری افراد لیور هلت مشکل کبدی دارن و بعض غذاهایی که مصرف میکنن این مشکل رو بیشتر میکنه و باعث میشه که کبد کمکاری داشته باشه به همین دلیل برای این افراد تغذیه فرق میکنه مثلا توصیه که میشه تا میتونید شکر رو کم بکنید کافئین رو کم بکنید از نوشابه استفاده نکنید و ساسیج و بیکن رو از غذاتون حذف بکنید اینها میتونه مشکل زا باشه برای کبد و طولانی مدت باعث مشکلات پوستی مثل لکه های قهوه‌ای رنگ روی پوست بشه و نه تنها از نظر تغذیه بعد که هورمون هاتون رو هم میتونه تغییر بده غذا شما میتونه روی هورمون شما تأثیر گذار باشه بعضی افراد دیابتی هستن اونها هم باید توجه بکنن که غذاهایی که میخورن اینجا توصیه که میشه معمولا غذایی که برای اگر میخواید کاهش بدید این لکه های قهوه رو چری استفاده بکنید پیچ و که همون شفت دالو و آلو هست و رزبری این توت های قرمز رنگ اینا خیلی سرسه ویتامین بی هستن و کمک میکنن که اون لکه ها رو کاهش بدن یک سری ویتامین دیفیشنسی ممکنه وجود داشته باشه توصیه میکنم که مثلا یکی از ویتامین هایی که کمکتون میکنه کمکتون میکنه این هست که ویتامین سی مصرف بکنید لیمو و پرتغال کمک میکنه به کبدتون و اون لکه ها رو کاهش میده یک سری دستور و های غذایی خیلی زیادی هست اگر که علاقه هستید به من تکست بکنید یا اینکه قسمت دی ام کامنت سیکشن بفرمایید من خدمتون میفرستم با جزئیات بیشتر چون الان در وقت ما نمی گنجه وقتمون کوتاه هست یک سری مینرال کمبود مواد معدنی میتونه باشه و اون هم باز میتونه تأثیر گذار باشه در سلامت پوست راه حل دیگری که دارم این هست که سعی کنید از سکین ایریتیشن استفاده نکنید اونهایی که باز مواد شیمیایی که پوست رو پوست اندازی میکنه و پوست رو خراب میکنه استفاده نکنید تا میتونید از نچرال هوم رمدی استفاده بکنید مثلا یکی از مواردی که میتونه کمکتون بکنه برای کاهش این لکه های پوستی آلوورا هست آلوورا یک جلی هست که میتونید هر موقع لکه های قهوه رنگ دیدید میتونید روی پوستتون بمالید و اجازه بدید برای یک ساعت یا بیشتر بمونه روی پوستتون این در کاهش رنگ قهوهی لکه ها از, نظر خارجی اکسترنال یوز تاثیر خوبی داره یک سری غذاهایی که کمکتون میکنه تا میتونید هوم های استفاده بکنید که نچرال اینگریدینس دارن و طبیعی هست مثل ویتامین b داره لیکوریس اکسترکت داره و مالبری مثل توت توت یک ویتامین خیلی خوبی داره برای پوست خیلی ها این رو میدونن که برای از سان اکسپوژر هم تا اونجایی که میدونید کاهش بدید که بیش اه بیش اه آفتاب زیاد پوستتون رو آزار نرسونه مخصوصا از ساعت ده صبح تا چهار بعد از ظهر سعی کنید که کاهش بدید تماستون رو با آفتاب SPF کرم های ضد آفتاب استفاده بکنید و تا اثر این سان اکسپوژر رو کاهش بدید و در نهایت استرستون رو کم بکنید میدونید استرس وقتی که بالا باشه کورتیزول رو میبله بالا کورتیزول که بالا باشه لکه های قهوهی رنگ روی پوست ایجاد میکنه به همین دلیل ورزش بکنید یوگا و ریلکسیشن کمکتون میکنه که استرستون رو کاهش بدید و لکه های پوستی رو کم کنید در نهایت خلاصه می کنم <applause> امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و آموزش های خوبی رو گرفته باشید اگر که بخواید از سرویس های من بیشتر آگاهی پیدا بکنید لینکش رو در قسمت پایین کامنت سیکشن میگذارم وبسایت هم هست مراجعه بفرمایید میتونید آپدیت یا اطلاعات جدیدتر رو هر موقع که من یک مقاله منتشر می کنم داشته باشید و در اون قسمت شما سعی کنید که سابسکرایب کنید سابسکرایب یعنی اینکه میتونید فری روزنامه بگیرید از اطلاعاتی که من پابلش می کنم. اطلاعات بسیار خوبی هست که میتونه زندگی رو تغییر بده و نتایج مثبتی رو برای شما نظر جسمی و روحی ایجاد کنه در نهایت هولیستیک بهترین راه حل هست که من پیشنهاد میکنم هم سلامت خودتون رو تعمین میکنید هم خانوادتون رو و زندگی بهتر شادتر و سالمتری خواهید داشت خودتون که سالمتر باشید میتونید به دیگران و اطرافیانتون کمک کنید که سالم تر باشن و از زندگی بیشتر لذت ببرن عمر طولانی تر با کیفیت بهتر و در نهایت انتخاب شماست سعی کنید که انتخاب درستی داشته باشید تا اونجایی که میتونید نچرال رو ترجیح بدید و مهم عمل هست اون چیز را که یاد گرفتید عمل کنید تا نتایج مثبت نصیبتون بشه نتایج مثبت رو در هزینه نترال خیلی کمتر هست و اثر بخشیش بیشتر هست وقتی که عمل کنید و به مدت طولانی مدت نتایج بسیار خوبی رو خواهید گرفت اگر سوالی داشتید من در خدمتم وبسایتم رو با شما شیر می کنم میتونید سوالاتتون رو از من بپرسید اولین سشن رو فری کانسالتیشن میدم پن اگر سوالی دارید در خدمتم خوب و خوش باشید شاد و سرفراز هفته خوبی در پیش رو داشته باشین سپاس گذارم از اینکه شنونده بسیار خوبی بودید ممنون خداحافظ